سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همچه کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به کرپ حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی 29 مرداد ماه تا 1 شهریور 1403 رو با هم دیگه ببینیم چه خبرهایی بوده. اما قبل از سرسیاتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردیدم دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این رب حواشی رو داشته باشیم. رپ حواشی رو با توییتی از رخ شروع میکنیم. این گونه نوشت: دو سال اخیر سخت‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوران زندگیم از نظر اقتصادی بود. دو سال تو خیابونا شعر می‌نویسم و اتاقی ندارم برای نوشتن. اینا رو نمیگم ترحم بخرم، خواستم بگم بابت این دو سال کمکاری و اینکه میدون رو خالی کردم ازتون عذر میخوام. حالم بهتره و به زودی برمیگردم. واقعا خیلی توییت تلخ و دردناکیه. یک استعدادی مثل رخ که واقعا قلمش یک لول دیگه است و مدلی که شعرشو مینویسه واقعا یه دنیای خاص و خوبیه و توی کشوری داریم زندگی میکنیم که یک رپری با این حجم از استعداد باید شرایط مالی اینجوری رو داشته باشه. امیدواریم که به زودی بهتر و بهتر بشه شرایطش و یزیدا بیشتر حمایت کنید از پلتفرم. ببین زمانی که داری دانلود میکنی و با یه ترک اشغال میکنی میگی دمش گرم چیزت سلامتیش، به اینم فکر کن که ببین آیا کاری که داری میکنی داره کمک میکنه بهش یا نه. پایا دو تا استوری زد که بعضیا ربطش میدادن به اون وایسی که سامان ویلسون در رابطه با همکاری رضا پیشرو و آر جی گذاشته بود که توی دو تا رپ حواشی قبلی بهش پرداختیم. استوری اول میبینید که یک استوری از سامان ویلسون و سهراب ام جی و زیرش نوشته داداش هستم حرف حقو تا دسته. بعد از اونم یه استوری گذاشت به این شکل: All I ever know was TV fuck رادیو. تمام چیزی که میدونم اینه که تیوی آید رادیو رو. و اینو خیلی ها رپ دادن به اون داستان همکاری آرژه و بقیه آرتیستایی که حالا با آرژه خیلی وقت بود زاویه داشتن و الان دارن کار میکنن. توییتی هم علیرضا جیجی به اشتراک گذاشت به این شکل: معروفترین کار سامان تابستون کوتاهه، معروفترین کار بعضی ها مزاحم تلفنی، فرق داره لول کارا. جالبه که راهی من یه جورایی رعایت کرده، مشخصا منظورش دیستراک اثر منفیه و اشاره به اون الو سامان خودتی. آکیو که منیجر پوری باشه یه سری متن بلند بالا نوش اینجوری: اینو میدونم که این بازی بر روی ایمپرشن میچرخه و اینم میدونم که بعد فیل دیگه هر کس و ناکسی از سینگل ترک بگیر تا یک آلبوم اومد و یه دیسترکی برای مثلا ضربه به برند ما ساخت و ما سکوت کردیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ چون ما جوابی ندادیم به 90% این محتواها و به همه فشار اومده دیگه موزیک در ژانر احساسی هم بدیم تیتر میخوره دیس فلانی به فلانی. از اونجایی هم که هر بیفی با برند ما شکل گرفت، این اعداد بازدیدی از جمله رسانه و کانال ریاکشن و غیره چند برابر شد و درآمدهای بهتری نسبت به سابق کسب کردن. در نتیجه فکر میکنن هر تیکه از هر محتوایی که ما میسازیم رو باید به یه فردی ربط بدن و یه جورایی به اصطلاح هیزم اولیه شروع این بیف باشن. زیاد میبینم که افراد به اینکه ما در سکوتیم و حرف نمیزنیم یک طرف ما رو قضاوت میکنن و از دید خودشون به این مسائل نگاه میکنن و در یک لحظه با داده های فیکی که دارن ما رو محکوم میکنن. اگر بعد از فیل هم جوابی دیدید، به اون 10% در پاسخ به دیسترک های متعدد آنها بوده که ما چندین ماه جواب ندادیم و سکوت کردیم. به یاد داشته باشیم که این بازی یک فیلم سینمایی نیست و مثل یک سریال چندین قسمت و چندین فصل دارد که طبق نظر سازنده هاش در زمان منتشر خواهد شد. در نهایت همیشه هدف من و برند ما بر بازدید بیشتر و درآمد بیشتر در جامعه هیپ هاپ برای همه بوده. اگر هیپ هاپی وجود نداشته باشه ما هم وجود نخواهیم داشت. یه اتفاق خیلی عجیب افتاد تو این دو سه روز گذشته و اونم این بود که بعد از اون خبری که پخش شد 11 تا آرتیست برای اولین بار توی رپ فارسی بالای 200,000 شنونده ماهیانه دارن، یهو 30,000 تا کم شد مانتلی لیسینر. یعنی یه عددی بود بین 10,000 تا 40,000 تا از اکثر آرتیستای رپ فارسی. حالا اینو چند تا آدز دارن براش خیلی ها، چون بعضی از آرتیست‌ها هم بودن که هیچی ازشون کم نشده. یکیش اینه که میگن به اون دلیلی که چند روز، یکی دو روز، سه روز فیلتر نبود اسپاتیفای، شاید این اون بازدید کننده ها بودن که بعدها خب اینا رو پاک کرده. بعضی دیگه میگن نه، چون بعضی ها پاک نشده مانتلی لیسینراشون و مال بعضی ها پاک شده، این به احتمال اونا که فیک داشتن بوده. ولی خب چیزی که من خودم فکر نمی کنم که این حجم از فیک رو خیلی ها بخوام بزنن و اینکه مثلا طرف 120,000 تا داره مانتلی لیسینر، 40 کاشم یهو بیاد فیک بزنه. حالا شاید برای این رئیسه که برسیم و اینا، ولی چیزی که من میدونم اگر فیک درست حسابی بزنن تشخیصش سخت
سخته، یعنی اینکه اون بخواد پاک بشه یکم دور از ذهنه و حتی اگه تو این سناریو بخوایم نگاه کنیم، اونایی که پاک نشده ویوهاشون میتونن ساستر باشن، یعنی یک سناریویی که میشه بهش دقت کرد، چون اگه از جای درست حسابی بخری و اینجوری و خیلی فیک باشی عملا داره تشخیص داده نمیشه و تو ممکنه راه متفاوتی با بقیه بری. ولی من خودم آدزی که فکر می‌کنم 100% اون آدزه هست، همونه که چون به هر حال 2-3 روز فیلتر این داستان از بین رفته بود و خیلی ها وارد شدن و دیگه دسترسی ندارن و آی پی هاشون شناسایی شده، احتمالاً این برای اون دوستان بوده، چون بدون فیلتر شکن اومدن کارشونو کردن، بعدها با یه فیلتر شکن دیگه اومدن. خب اون مانتلی لیسینره که اد شده بوده توی روزی که فیلتر نبودن، معلومه که پاک میشه، شناسایی شده و پاک میشه. این آدزیه که به نظر من بیشترینش. یه خبر بی ربط داریم که خیلی من چون دوستش دارم میخوام بگم. کریستیانو رونالدو اومد چنل یوتیوب زد، توی 24 ساعت 21 میلیون سابسکرایب گرفت و بالای 42 میلیون ویو گرفت. 19 تا ویدیو 2-3 دقیقه‌ای 1 دقیقه‌ای منتشر کرد و رسما اعلام کرد که اومده توی یوتیوب. حالا یه سری ترند هم دیروز راه افتاده که خیلی‌ها دارن میگن که پوتک تا اینو فهمیده، احتمالاً حالا یه تراینات تولفی چیزی داریم، حالا عکسشو دارن در میارن ترول میکنن. ولی دمش گرم بنازم کریستیانو رونالدو رو که اینجوری اومد و بازی رو عوض کرد، یعنی همه رکورد رو، حتی رکوردهای همستر رو من فکر میکنم زده، همه رو جابجا کرده و خیلی جذابه. مثل رونالدو باشید، انقدر دوستتون داشته باشن، خیلی باحاله. دمش گرم، سابسکرایب کنید چنلو. میرسیم به بحث سهیل خدابنده و آلبوم نیروانا. همونطور که الان برید آلبوم نیروانا رو چک بکنید، تو تمام ترک ها میکس با ایشون بوده، بعضی از ترک ها هم مستر رو زده. چندی پیش اومد با یه استوری که دارید میبینید اعلام کرد که آقا اینا پول منو ندادن. سیناب اومد یه استوری گذاشت اینجوری، رسید گذاشت که آقا ما 3300 لیر اون موقع میشد معادل تقریبا 6 میلیون تومان 6600 اینا ما پرداخت کردیم و ایشون دستمزدشون رو گرفته. این بوده. در ادامه استوری هم نوشت که خیلی ها حاضرن بیان با پیشرو کار کنن پول بدن واسش که آقا اسمشون اینجا بخوره، ما با شما توافق کرده بودیم که تگت بکنیم و یه پولی هم بهت دادیم که حالا باشه خود رضا زده، ما قراری نداشتیم و این داستانا با کارت خود رضا همینو زدم. که امروز بعد از یکی دو هفته ای که گذشته سهیل خدابنده اومد این همچین استوری گذاشته که میگه آقا این 5-6% 7% پول منه، که اصلا 100 دلار برای 7 ترک یه ذره. حالا من نمیدونم چه جوری با هم صحبت کردن اینها، با توجه به شناختی که من از دو کاراکتر دارم خیلی به حرف جفتشون نمیشه اعتماد کرد، چون سهیل خدابنده هم آدمیه که امانت دار نیست. من یادم سر یکی از دیسترکایی که خود سیناب میخواست پخش کنه داشت دست به دست میکرد ترکی که تو استودیوش ضبط شده بود و برسه به دست اونی که دیس شده، بگم ببین مثلا این داره دیست میکنه آماده شو اینا. و با توجه به این چیزایی که میدونم اصلا نمیدونم چه جوریان، ولی خب تو مارکت ما الان برای میکس و مستر دیگه حداقل قیمتی که داره انجام میشه رد و بدل میشه، حالا آرتیست های بزرگی هم دارن هزینهشو میدن، 200 دلاره، یعنی مثلا زیر اون یه جوری نداره. حالا برای 7 ترک 100 دلار نمیدونم، خیلی با عقل جور در نمیاد. حالا هر چی بوده دیگه اینجوری داره کش میاد دیگه. یه داستان دیگه هم که هست، خب رپ هاوشی قبلی اگه دیده باشید و اگه ندیدید میتونید برید ببینید، که ما یک متن درازی رو داشتیم اونجا و راجع به سیناب داشتیم حرف میزدیم. جناب آقای سیناب تو پی وی اومدن به من وایس دادن و وایسشون اینجوری بود که حرفایی که داری میزنی مال گذشته بوده، من عوض شدم، آدم دیگری شدم. همونطور که به خودش وایس دادم اینجا هم میگم داداش من، اگر آدم دیگری شدی، عوض شدی، شما نمیتونی قدیم ضربه زدی، آسیب رسوندی بگی قدیم بود دیگه بزرگ شدیم. نه خیر، تا زمانی که شما اونو جبران نکردی اونها پابرجاست، نمیتونی بری تو دادگاه بگی آقا من 2 سال پیش فلان جا دزدی کردم. دادگاه میگه داداشم 2 سال پیش انجام دادی، بفرما پولو پرداخت کن، رد مال کن فلان. نمیشه که حالا 2 سال پیش بوده فلان، نه چیزی که داری میگی. و حتی یه جا منو متهم کرد که کی داره بهت پول میده که منو خراب کنه. از اونجایی که شما یک نیو پافتدی هستی، پافتدی قدیمی دید که داری جاشو میگیری، اومده داره برای من ماهیانه چک مینویسه که من شما رو بزنم. اون 4000 نفری که زیر ویدیو دارن راجع به شما حرف میزنن، این 200-300 نفری که زیر ویدیو قبلی من، تازه خیلی چیزای جدید از شما رو شد اونجا دارن مینویسن، اینا رو کی پول داده؟ بعد شما بلافاصله بعد از اون ویدیویی که من منتشر کردم رفتی توی تلگرامت همچین پستی نوشتی، یعنی دوباره گردن نگرفتی، گفتی پشتم حرف هست، من خودمم و خدام، یعنی همه اینایی که نقد دارن و ضربه خوردن و اینا لشکر شیطانن، میخوان شما داری دنیا رو واز میکنی، نورانی میکنی، دارن جلوی شما رو میگیرن، درسته؟ بعد شما هی
راجع به کارما حرف میزنیم، اونجا هم گفتم این کارما همون کاراست که میای دروغ میگی راجع به فلانی، به خاطر فلانی من این کارو کردم دروغ. و در ادامه اون داستان اومد باز اعلام کرد که حالا یه سری حرفایی که میگی درست، یه سری کذبه و بیا بریم تو لایو اگه کسی پول نمیگیری. از قصدم من اینجا دارم میگم، چون آدمی که حرفه‌ای برخورد نکرده تو به هر حال مراوداتی که داشتیم تا حالا، خیلی بخوای باهاش حرفه‌ای برخورد کنی خب سوء استفاده میکنه. من اینجا اینو دارم میگم که بله شنیدم وایس شما رو و اینجا دارم اعلام میکنم که بله بیا میشینیم تو لایو صحبت میکنیم، اما مثل لایو جورجندی و اینا یهو بپیچی بری گردن نگیری یا جاهای دیگه، کسی مشخص شد داره اشتباه میکنه عذرخواهی میکنه و جبران، نه اینکه سری بزنی به کوچه مثلا داد و بیداد و اینا و از این داستانا، نه روک و راست مدرکی باشه، اگر شخصی باشه که پشت دخیل بوده تمام اینا، با هم لایو میریم صحبت میکنیم معلوم میشه. و اگر کسی، چه من چه شما، حالا چه من تو قسمت تو اگه شما میگی توهین کرده داره کز میگه، چه شما جای حقی رو بالا پایین کردی، تهش که مشخص شد باید اونا رو صاف کنه به همین راحتی، چرا که نه. ما راجع به اینا داریم حرف میزنیم، اینا رو میگیم که این اتفاقا بیفته، حل بشه مشکلات، که اگر راهی اشتباه درست بشه، وگرنه اگه کارهای دیگه باشه که ما اصلا ما اینجا چیکار میکنیم، چرا تو مدیاییم. این از این، دمتون گرم، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، حالتون توپ خوبالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.